در فضای کاری نرم افزار اوتیکت الکتریکال ما اومدیم ست نوار رو خدمتتون معرفی کرد گفتیم که ما در این قسمت نوار دسترسی سریع رو داریم اینفو بار رو در این قسمت میتونیم مشاهده بکنیم و استیتس بار نوار وضعیت رو در پایین صفحه داریم تو این قسمت قصد داریم نحوه شخص سازی این سه نوار رو خدمتتون توضیح بدیم و یه سری دستورات ساده اون رو براتون مثال بزن در ابتدا بریم سراغ اینفو بار از این با نوار ما استفاده های خیلی کمی رو داریم یک حالت شخص سازی خیلی ساده را اگه بخوام در مورد این نوار خدمتتون آموزش بدم ام این فلش کوچکی که در کنارش هست رو ما میتونیم داشته باشیم من روی این فلش کلیک بکنم قسمت جستجوی مربوط به اینفو بار ما به با حالت پنهان تغییر پیدا میکنه شاید به نظرتون این فلش کوچیکی که در این قسمت قرار گرفته برای حالت اینفوبار زیاد کارایی خاصی نداشته باشه بذارید یک مثالی رو برای شما داشته باشم تا متوجه بشید که به چه صورت شما میتونه تاثیر این حالت پنهان کردن و جستجو رو توی فضای کاری خودتون مشاهده بکنید برای این کار من وارد بخش نوار دسترسی سریع میشم میخوام این نوار دسترسی سریع رو شخصی سازو بکنم برای این کار روی فلش انتهای اون کلیک میکنم و از بین گزینه هایی که در این قسمت موجود هست چند مورد رو انتخاب میکنم این موارد دستوراتی هستن که من میتونم تو نوار دسترسی سریع اونها رو انتخاب بکنم که به حالت نمایش در بیان همطور که میبینید به حالت تیک دار. مواردی که به نمایش در مدن در نوار دسترسی سریع قرار گرفتن و حالت مختلفی که من میتونم برای اونها داشته باشم مثلا من میتونم لایه ها رو داشته باشم وقتی که روی لایه های کلیک میکنم در نوار دسترسی سریع عبارت مربوط به لایه ها دستور مربوط به لایه ها رو میتونم مشاهده بکنم میان عبارت پراپرتیز رو میزنم وقتی که این کار رو میکنم چه اتفاقی افتاد حالت لایه ها دستور لایه ها و دستور پراپرتیزی که انتخاب کردم همشون از نوار دسترسی سریع حذف شدن اما اگه دقت بکنم میتونم ببینم انتهای نوار دسترسی سریع اون فلش سفتی که برای من مشخص شده بود تبدیل به یک فلش سیاه رنگ شده به حالت دو تا فلشی که به این صورت مشاهده میکنید یک سری تغییراتی احساس میکنم در این قسمت اتفاق افتاده برای من روی اون کلیک میکنم وقتی این کار رو مشاهده میکنم میبینم که ادامه ی نوار دسترسی سریع من به این صورت برای من مشخص شده توسط این فلش مشکی چرا این اتفاق افتاده؟ وقتی که تعداد دستورات مورد نمایش در نوار دسترسی سریع به حدی میرسه که باعث تداخل این دستورات با بقیه نوارهای موجود اطلاعات موجود در باقی نوارها میشه این اتفاق برای ما انجام میگیره خب یکی از راهایی که شما میتونید از این حالت جلو گیره بکنه که باقی نوارها رو به این صورت که خدمتون ارز مثلا این بار رو به این صورت به حالت فضای کمتر اعمال بکنه. شخص سازی نوار دسترسی سری به این صورت برای شما امکان پذیر هستش یه سری صورت رو در انتهای این فلش کوچیک انتهای نوار دسترسی سری میتونم داشته باشم یکی عبارت شو بیلود ریبن هستش چیکار میکنه من اگر روی یعنی این عبارت کلیک بکنم نوار دسترسی سریع من به پایین نوار تب های من منتقل میشه و من میتونم اونها رو در این قسمت مشاهده بکنم چه تفاوتی داره با حالتی که در قسمت بالای نوار دست تب های من موجود بود نوار دسترسی سریع در این حالت من محدودیتی برای اضافه کردن دستورات مختلف در نوار دسترسی سریع ندارم تا به انتهای فضای کاری خودم برسم میتونم موارد مختلفی رو اضافه بکنم میتونم رندر رو اضافه بکنم میتونم ورک اسپیس رو داشته باشم که فضای خیلی زیادی رو میگیرم همطور که به این صورت مشاهده میکنیم. عبارت شومنیو بار هم به نوبه خودش جالب هستش من میتونم نمایش نوار منو را هم برای نرم افزار اتوکد الکتریکال با این گزینه اضافه بکنم شما توی برخی از نرم افزارهای کامپیوتر مشاهده کردید که ما یک نوار رو به عنوان نوار منو داریم شما با این گزینه میتونید به این نوار هم دسترسی پیدا بکنید حالت نمایش اون رو انتخاب بکنید تا اگه نیاز هستش موارد مختلف خودتون را از این نوار انتخاب بکنید اجازه بدید من این حالت رو به حالت هاید منو بار تغییر بدم و دستوراتی که اضافه کردم رو چون زیاد با اونها سر و کار نداریم فعلا در این قسمت از آموزشمون اونها رو از حالت انتخاب خارج بکنم این دو مورد هم اجازه به این صورت باشه حالت رو هم به حالت ابعاد تغییر میدم بریم آخر نوار رو مورد بررسی قرار بدیم ما نوار وضعیت رو داریم در پایین این صفحه در نوار وضعیت ما محدودیتی تا انتهای صفحه برای قرار دادن دستورات مختلف نداریم اما سوال اینجا هستش به چه صورت ما میتونم دستورات متفاوت رو به این نوار اضافه بکنم مثل حالت نوار دسترسی سریع یک گزینه رو در انتهای این نوار میتونم داشته باشم که عبارت کاستومایزیشن رو من میتونم برای اون مشاهده بکنم که اگه نشانگر موس رو روی اون منتقل بکنم یک حالت سه خطی هستش که به این صورت مشاهده میکنید من اگر اون کلیک زب بکنم میتونم صورت متفاوتی رو مشاهده بکنم که بعضی از اونها به حالت تیکدار تغییر پیدا کرده و بعضی از اونها هیچ علامتی در کنار اونها نیستش مثل حالت کویک اکسس تول بار نوار دسترسی سریع مواردی که حالت تیک دارن مورد نمایش در نوار وضعیت ما هستن و اونهایی که بدون انتخاب و بدون علامت هستن رو من میتونم به حالت انتخاب قرار بدم مثلا میتونم وایت ها رو داشته باشم گیزمو رو میتونم داشته باشم ترانسپرنسی رو میتونم داشته باشم داینامیک اینپوت رو همونطور که مشاهده میکنم تمام مواردی که من حالت اونها رو به حالت تیکدار تغییر دادم توی نمایش نوار وضعیت در این قسمت قابل مشاهده هستم من اگه بخوام اونها رو دوباره غیر فعال بکنم حتی مواردی که به حالت دیفالت و اولیه برای من مشخص شدن میتونم حالت نمایش اونها رو تغییر بدم بذارید این موارد رو به همون حالات قرار بدیم مسئله دیگه در شخص سازی نوارها خدمتتون نمونده که بیان کنیم به این صورت شما میتونید فضای کاری خودتون رو نسبت به حالت نمایش نوارهای متفاوت در نرم افزار اتیکت الکتریکال اعمال بکنید